هفت، شش، پنج، چهار. چگوییم همینیم که هستیم جان قسمت ما شد پیدا پیداست که تا شب بود
سرخوش و مستی. معذرت میخوام آقای هنونی، ممکنه بفرمایید اصولا دستگاه موسیقی ایرانی چیه؟ این یک سوال بسیار جالبی است که از دو طریق میشه به این سوال جواب داد، یکی از طریق علمی و یکی از طریق برای مردمی که از نظر علم موسیقی هیچ اطلاعی ندارن و میخوام بدونن دستگاه موسیقی ایرانی چیه. باید من اینا یه مثالی برای شما بزنم. اولا دستگاه به طور کلی یعنی مقدار زیادی ملودی یا آوازهای ایرانی که با هم اختلاف داشته باشن و در اینی که اینا با هم اختلاف دارن با هم دیگه یک نسبتی داشته باشن، یعنی مقدار اصوات مختلف که با هم نسبت داشته باشن. به مثل واضحی بخوایم اینو تشبیه کنیم، باید بگیم که مثل خط مشهد، خط آذربایجان. یعنی ما از اینجا وقتی میخوایم بریم به مشهد، میریم به ورامین، بعد میریم به سمنان، بعد میریم فرض کنین به شهر دیگری و بالاخره میرسیم به مشهد. بنابراین در این خط مقدار زیادی شهرهای مختلف بوده، در صورتی که اگر بخوایم بریم خط آذربایجان میبایستی بریم به میانه، به جای دیگه، به جای دیگه و بالاخره به آذربایجان. همینجور در موسیقی ملودی ها رو اگر فرض کنیم به شهریه، یک ملودی یا یک آهنگ در یک قسمتی است، بعد آهنگ دیگری در جای دیگه است و آهنگ دیگری در جای دیگه است. در اینی که مشهد و سمنان و فرض کنید شهرهای نیشابور با هم اختلاف داره، ولی اینا با هم در یک خط با هم ارتباط دارن. موسیقی هم این همینه. فرض کنید که میگن دستگاه شور، الان شنیدیم دستگاه شور. اولا لغت دستگاه از کجا اومده؟ این یه جریان تاریخی داره، باید مطالعه کرد. به نظر شخص بنده فکر میکنم که گاه و دست باید باشه، ترکیب گاه و دست، یعنی جاهایی مثل یگاه، دوگاه، سگاه، چارگاه، مثل که چارگاه چهارمین پرده ساز میبستی باشه، یگاه اولین پرده، شاید دومین پرده. همینجور این دستگاه ها عبارتن از گاه های مختلفی که در اونجا صداهای مختلفی اینا رو به هم ارتباط میده. همینجور در شور، شور وقتی که میگیم دستگاه شور، عبارت است از آهنگ های مختلفی که این آهنگ ها در یک جهت مثل یک درختی که میریم به هم میرسن. شور بعدش گوشه‌ای داره سلمک، بعدش گوشه‌ای داره شهناز و گوشه های زیادی که ممکنه این سوال رو از آقای قوامی بکنیم که گوشه های زیادی رو اطلاع دارن. آقای قوامی ممکنه لطفا گوشه های شور رو بفرمایید؟ بله، البته این گوشه هایی که فرمودید خیلی زیاده، چون مشکل حفظش بنده چون یادداشت کردم از روی یادداشت میتونم براتون بخونم. خواهش میکنم. اولا 3 تا 4 تا درآمد داره شور. پشت سرش قطعی از گوشه هست به نام کرشمه، بعد رهاب، نقمه، حزین، سلمک، ملانازی، گلریز، ابو عطا، مجلس افروز، دو بیتی، بزرگ، خارا، قجر، پنج کردی، عزال، شور بالا، گریلی، رضوی، شهناز، قرچه، عقدگشا، حسینی، فرود، مثنوی، بیات کرد، راه روح، فرود، گریلی، هشتری، شهرآشوب. تمام اینها مرحقات شور. البته بله. خواهش میخوام. میخواستم سوال بکنم الان درباره گوشه‌های مختلف شور
صحبت شد. روی تخته شما نوت هایی که نوشتید شور هستش، میبینم که چند تا نوت هست و اگر شور فقط همین ها هستش، پس چطور یک گوشه تشکیل میشه؟ آیا همین نوت ها رو به طرق مختلف میزنن و یا نوت های دیگری هستن که گوشه های مختلف شور رو تشکیل میدن؟ بله، اجازه بفرمایید. وقتی که ما میگیم شور و این نوت ها که یک ردیف نوت های ما میبینیم به اسم لا سی دو ری می فا سول لا، وقتی ما میگیم به این شور، البته در موسیقی یعنی غیر از این چهار نوت اولیه که این چهار تا رو اگر اجرا بکنن احساس درآمد شور یعنی شروع شور رو میکنیم، این نوت های دیگه کمتر استعمال میشن، شاید هم اصلا استعمال نشن. مثلا آقای شهناز ممکنه این چهار نوت اولیه رو بزنید برای من؟ ملاحظه بفرمایید همین چهار تای اولیه درآمد شور رو به ما میده. لا سی کرون دو ر، حالا با این چهار تا شور رو برای من بزنید. این لا سی الان دو ر دو دو سی لا میا سی دو سی لا. بله مرسی. مراد فرمودید که فقط با این چهارتای اولیه ما درآمد شور زنیم. حالا اگر احیانا ما یک نوت دیگر به این چهارتا اضافه کنیم، نوت پنجم برای ما یک گوشه ایجاد میکنه، یعنی از حد شور یک قدری بالاتر رفتیم، اون سلمک خواهد بود و این سلمک میرم داره. بله بفرمایید. سوالی که داشتم این بود که الان آقای شهناز وقتی که نوت های اصلی درآمد شور رو می زدن، روی یکی از نوت ها فکر می کنم روی سی و روی ر بود که چندین بار این نوت رو تکرار می کردن. آیا این یکی از خصوصیات موسیقیه؟ برای اینکه ما مثلا در آواز هم می بینیم که معمولا روی همون نوت چندین بار تکرار می کنن، توی موسیقی غربی مثلا نداریم. آیا این جزء خصوصیات موسیقی ماست؟ بله 100% جزء خصوصیات موسیقی ماست که در بعضی از نوت‌ها که همینجور ملاحظه می‌فرمایید ایست‌هایی داریم و شواهد مثل شاهدها. ایست‌ها کارشون اینه که ارزششون در مقابل نوت‌های دیگه چندین مقابل بیشتره و اگر احیانا ما اون نوت‌ها رو در یک جمله موسیقی چند بار اجرا نکنیم مثلا شور رو به دست نخواهیم آورد. چنانچه مثلا اگر نوازنده این ر رو نزنه، این لا رو هم نزنه، با سی کرون و دو و سول احیانا که در پایین هست یک جمله‌ای بزنه، هیچ شور به نظر آدم نمیاد. مثلا آقای شهناز ممکنه شما بدونین که لا و ر یعنی سول و دو خودتون رو بزنین، با سی و دو که یعنی لا و سی باشه چند دفعه بزنین؟ یعنی نه لا رو نزنین، یعنی سول سی دو. اجازه بفرمایید من اینجا با پیانو بزنم. مراد فهمید وقتی ما گفتیم من الان این شور لا رو که دارم، الان من سی رو برای شما نمیدارم. موسیقی ژاپنی شد. بله این موسیقی ژاپنی به دست میاد. پس ملاحظه میفرمایید که سی چقدر اهمیت داره و این ر و لا که نوت ایست و شاهد ماست و چقدر اینها ارزش داره. برای اینکه وقتی موسیقیدان در این چهار نوت مقدار زیادی بازی کرد، میره این روی این نوت میسته و همینو پایه قرار میده، یعنی مسافرتی میکنه، از اینجا میره به ورامین، شب اونجا میمونه. این اون نوتیست که به اصطلاح میگن که منزل اول. رو منزل اول وقتی ایستاد و اینو به جای این نوت قرار داد، شور دیگری پیدا میشه که شور چهارم فوقانی. ممکنه شور چهارم بالا رو آقای شور چهارم بالا، یعنی یه شوری که شهناز باشه. Thank you.
Thank you.